سلام سوگل آزمون هستم و به اتفاق همکارانم شما را در جریان مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان قرار میدم. دویست و نوزده نماینده مجلس بیانیه دادند. در مقابل فتنه انتخابات آزاد می ایستی. آیت الله صبحانی پیشنهاد داد. رئیس جمهور از طریق نظام پارلمانی انتخاب شود. یک نماینده مجلس دوخت غیر استاندارد عامل آلودگی هوا دویست و نوزده نماینده مجلس با صدور بیانیه اعلام کردند در برابر فتنه انتخابات آزاد می ایستند. نمایندگان مجلس در این بیانیه اعلام کردند ما نمایندگان مجلس به همه آنهایی که خواسته و یا ناخواسته در شیپور انتخابات آزاد می یادآور می شویم که در برابر این فتنه ها سکوت نخواهیم کرد. در این بیانیه آمده است ما نمایندگان مجلس یادآور میشویم که تمام انتخابات جمهوری اسلامی با تدبیر ولی امر مسلمین و مردمی بودن مجری و ناظر انتخاباتی آزاد بوده و الغای آزاد نبودن انتخابات در حقیقت همسویی و همنوایی با دشمنان ملت در رمز فتنه جدید است. این در حالی است که روز جمعه نیز اکثریت خطیبان نماز جمعه ایران به صورت مشترک سخنان خود را به انتخابات آزاد و فتن نامیدن آن اختصاص داده بودند. احمد جنتی امام جمعه تهران در سخنانی در تریبون نماز جمعه گفت برخی کل گنده ها و ورشکستگان سیاسی انتخابات آزاد را همسو با دشمنان تکرار می کنند. آقای جنتی انتخابات آزاد را رمز شورش در انتخابات آینده ریاست جمهوری دانست. با آقای محمد جواد اکبرین دین پژوه در این باره گفتگوی انجام دادیم که با هم میبینیم. این که بلا فاصله بعد از سخنان آیت الله خامنه ای و هشدار ایشون درباره ای اینکه نباید زیاد بر انتخابات آزاد تاکید کرد و این مردم رو ناامید میکنه و ناراحتی ایشون از تاکید برخی از چهره های سیاسی بر انتخابات آزاد میبینیم که امامان جمعه به صورت هماهنگ در سراسر سر کشور اظهار نظر میکنند و اعلام هماهنگی و همراهی میکنند و بلافاصله بعد از اونها نمایندگان مجلس اکثریتشون بیانیه اعلام اطاعت می نویسن این تازگی نداره به عبارت دیگه هنگامی که رهبر جمهوری اسلامی به جنبندی میرسه که مثلا فرض کنید انتخابات سال 88 و اعتراض به این انتخابات رو فتنه اعلام بکنه یا مثلا در واقع بیاد و راهپیمایی بسیار عادی روز نه دی رو که هوادارانش میان و به نفع او شعار میدن همون هوادارانی که در راهپیمایی های دیگه هم و سایر برنامه های نماز جمعه در کشور هم به طور حرفه ای راهپیمایی رو انجام میدن ایشون وقتی صلاح میدونه که اون روز رو به دروغ آمارش رو ده میلیون نفر اعلام کنه و اون روز رو حماسه نامگذاری کنه به صورت بخشنامه ای همه بخش های حکومت باید این کار رو بکنن این بیسابقه نیست به تازگی همین اتفاق مجددا افتاده به این معنا که آقای خامنه ای انتخابات آزاد رو در واقع رمز فتنه جدید اعلام کرده و همزمان با ایشون تمام امامان جمعه موظف شدن بر اساس بخشنامه بخشنامه شورای ائمه جمعه و نمایندگان مجلس که بر حال به حمایت از ایشون بپردازند دیدیم که دیگران هم گفتند دیگران از سایر مقام های حکومتی مثل رئیس سازمان بازرسی کل کشور و دیگران هم بر حال از ایشون حمایت کردند اما در مجموع من اظهارات اخیر آقای خامنه ای رو و اطاعت بقیه بخش کشور از سخنان ایشون رو اتفاق مبارکی میدونم به خاطر اینکه این برای نخستین باره که صادقانه داره اعلام میشه که مشکل نظام جمهوری اسلامی با انتخابات آزاده فتنه اصلی جنبش سبز یا رهبرانش یا فعالانش نیستند فتنه اصلی از نظر نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاده مشکل اصلی نظام جمهوری اسلامی با انتخابات آزاده و این اعلام سریح عمومی سراسری فکر می کنم در مجموع اتفاق مبارک است استیو هانکه می گوید تورم سالیانه ای ایران 110 درصد است به گزارش تابناک استیو هانکه متخصص در موضوع تورم هات در آخرین مطلب خود با اشاره به غیر واقعی بودن نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی ایران گفته است تورم سالیانه در ایران 110 درصد است بانک مرکزی ایران چندی پیش اعلام کرد که نرخ تورم ماهیانه در آذر ماه برابر با 27 ممیز 14 درصد است. نرخ تورمی که بر اساس اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال تا کنون تنها بیش از 7 درصد افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که بسیاری بر این باورند نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود چندان با واقعیت اقتصادی کشور همخانی ندارد. پروفسور استیو هانکه در آخرین مطلب خود درباره اقتصاد ایران با اشاره به این موضوع ارائه آمار غیر واقعی را در کشورهایی که دچار تورم هات هستند عادی عنوان می کنند. بانک ها 104 درصد منابع خود را تسهیلات دادند. به گزارش شرق بر اساس آخرین آمار منتشر شده بر تارنمای بانک مرکزی بانک ها تا پایان مرداد ماه سال جاری 428 هزار میلیارد تومان سپرده جذب کردند که از این میزان 48 ممیز 5 دهم هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی بلوکه شده است. بنابراین گزارش بانک ها کل منابع خود را صرف پرداخت تسهیلات کردند به نحوی که 16 هزار میلیارد تومان به, خزینه، به خزانه بانک مرکزی بدهکار شدند بر اساس این گزارش بانک ها نه تنها 100 درصد منابع خود را به عنوان تسهیلات به متقاضیان پرداخت کردند بلکه به میزان 4 درصد هم به بانک مرکزی بدهکار شدند اسماعیل گرامی مقدم میگوید موسوی و کروبی محاکمه نشدند چون حاکمیت میداند دست آنها پر است اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی معتقد است حاکمیت حاضر به محاکمه کروبی و موسوی نیست چون میداند که دست آنها پر است و مقاومت آنها را هم در این مدت دیده است این نماینده سابق مجلس به اظهارات اخیر نماینده ولی فقیه در سپاه که مهندسی انتخابات را وظیفه ذاتی سپاه دانسته اشاره می کند و می گوید هر دادگاه علنی و منصفانه برای محاکمه آقایان کروبی و موسوی تشکیل شود به استناد همین اعتراف ها رأی به حقانیت معترضین و محکومیت مسببین مهندسی انتخابات خواهد داد و حالا اخبار کارگری امروز نماینده اتحادیه تعاونی های مصرف کارگری امکان فقط 11 تعاونی مصرف نیمه فعال باقی مانده است بهداشت کارگران کورپسخانه ها زیر صفر جا مانده است علی رضا محجوب حقوق کارگران، مستمری بگیران و کارمندان باید دو برابر شود. علی رضا صدیقی زاده 800 نیروی پیمانی پتروشیمی آبادان تعیین تکلیف شدند. فرجام خواهی حسنی مبارک در دادگاه پذیرفته شد. با پذیرفته شدن فرجام خواهی آقای مبارک مقرر شد به اتهام های وارده به آقای مبارک درباره قتل تظاهر کنندگان روزهای انقلاب سال 2011 مصر بار دیگر رسیدگی شود. دادگاه جنایت های کیفری قاهره دوازدهم خرداد گذشته مبارک و وزیر کشورش حبیب العادلی را به اتهام صدور فرمان قتل تظاهر کنندگان به حبس ابد محکوم کرده بود. بر پایه حکم دادگاه تجدید نظر حبیب العادلی و شش تن از دستیارانش نیز بار دیگر محاکمه خواهند شد. دستیاران العادلی از اتهام های وارده تبرعه شده بودند. بنا به دستور دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک و حبیب العادلی که دوره حبس ابد خود را می‌گذرانند تا زمان صدور حکم جدید دادگاه باید از زندان آزاد شوند اما به نظر می رسد این آزادی نصیب مبارک نخواهد شد چرا که طلعت عبدالله دادستان مصر روز شنبه حکم بازداشت پانزده روزه مبارک را در پرونده فساد جدیدی صادر کرده بود با آریو برزن محمدی در این بار گفتگوی انجام دادیم که با هم میشنبیم. ببینید اتفاقاتی که پس از انقلاب مصر در اون کشور افتاد یک جور شباهت هایی به انقلاب اسلامی ایران داره در سال 57 و اتفاقاتی که سلسله وار بعد از اون افتاد یک جور دور تند اتفاقات ایران به حساب میاد از نظر بنده ما دیدیم که چه سریع در واقع مردم اسلامگراها را انتخاب کردند و بعد از انتخاب خودشون پشیمون شدن و الان هم به جای رسیدن که مجددا در واقع یک جور تعاطف و سمپاتی دی زیادی از مردم مصر با حسنی مبارک پیدا کردن این یه واقعیتی البته منظور این نیستش که همه مردم مصر یا اکثریت مردم مصر یک جور سمپاتی و همدردی با مبارک دارن بلکه مقصود من اینه که عده بسیار ویادی از مردم که قبلا خیلی اه، علیه مبارک بودن امروزه یک جور همدردی نشون میدن باش به هر حال این همدردی ای در قوه قضاییه مصر هم پیدا شده و خب به همین خاطر بود که حکم آقای مبارک در واقع به که به دادگاه تجدید نظر فرستاده شده بود عملا برای محاکمه دوباره قبول شده این درخواست و قرار بر این شده که آقای مبارک مجددا محاکمه بشه و در دادگاه تجدید نظر و پیش بینی میشه که ایشون از بسیاری از اتهاماتش تبرئه بشه ولی در عین حال دادستان جدیدی که آقای محمد مرسی اخیرا منصوب کرده آقای طلعت عبدالله بلافاصله اتهامات جدیدی رو علیه آقای مبارک مطرح کرده و اعلام کرده که در اتهام جدیدی که مربوط میشه به قبول یک سری هدایا از سوی مبارک و خانوادهش مطرح شده ممکنه ایشون به فساد مالی متهم بشن یعنی در واقع نشون میده که حتی اگر آقای مبارک از اتهامات سابقش تبرئه بشه یا تخفیف مجازات بگیره اون بخشی از دستگاه قضایی مصر که نزدیک به اخوان المسلمین و نزدیک به محمد مرسی هست خیال نداره اجازه بده که آقای مبارک که الان بیمار هم هست به شدت و خب سن و سالی هم ازش گذشته سالهای آخر عمرش رو به حال داخل مصر یا خارج مصر در آرامش بگذرونه و در نهایت مایلم اشاره بکنم که وضعیت مصر با این محاکمه آقای حسنی مبارک مجددا بحرانی خواهد شد و قطعا جلسات محاکمه هم در درون سالن دادگاه هم در بیرون در جامعه مصر باعث هرچه بیشتر تشدید اون دو دستگی که ما از قبل شاهد بودیم بین اسلامگره ها و با مخالفانشون باعث میشه که اون دو دستگی بیشتر بشه نیروهای پلیس اسرائیل با یورش به روستای فعالان فلسطینی را از آنجا بیرون کردند. بامداد امروز نیروهای پلیس اسرائیل با یورش به روستایی نمادین که حدود 100 فلسطینی با نصب 20 چادر آن را در کرانه باختری رود اردن برپا کرده بودند این فعالان فلسطینی را از منطقه بیرون راندند فعالان فلسطینی چادرهای خود را روز جمعه در منطقه حساس از نظر جغرافیایی برپا کردند که اسرائیل آن را ایوان نامیده بود این اقدام در اعتراض به تصمیم دولت اسرائیل برای ساخت شهرک اسرائیلی نشین در این منطقه صورت گرفته بود. دادگاه عالی اسرائیل اعلام کرده بود که چادرهای فعالان فلسطینی تا زمان پایان بررسی برچیدن آنها می تواند برپا بماند. اما نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل منتظر رأی دادگاه نماند و دستور خارج کردن فعالان فلسطینی از منطقه را صادر کرد. بر پایه مصوبات سازمان ملل متحد کشور فلسطین باید در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه به پایتختی بیت المقدس شرقی برپا شود. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز نشستی فوقالعاده به منظور بررسی راههای کمک رسانی به آواره‌های سوری در لبنان آغاز کردند. این نشست به, درخواست کشور لبنان برگزار شده است. ادنان منصور وزیر امور خارجه لبنان در این نشست گفت که کشورش به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیازهای آوارگان سوری باشد. همکنون بیش از دویست هزار آواره سوری در لبنان هستند که 75 درصد آنها را زنان و کودکان تشکیل میدهند. بنابر آخرین آمار کمیسی... کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد همکنون بیش از 612 هزار آواره سوری در کشورهای همسایه سوریه ثبت نام کردند. پلیس نیویورک اعلام کرد آرون شورت نابغه علوم رایانه و مخترع آر در 26 سالگی خودکشی کرده است. خبرگزاری رویترز اعلام کرد پلیس روز جمعه جسد او را در آپارتمانش در نیویورک یافته است. شورتس در سال 2011 از سوی دادگاه جنایی فدرال آمریکا به اتهام دسترسی غیرقانونی به آر و تلاش برای دسترسی به هزاران مقاله و سرقت مواد درسی دانشکده فنی ماساچوست تحت تحقیق قرار گرفت. آرون شوارتز یکی از نوابق آمریکاست و توانست در سن 14 سالگی کدهایی را در سیستم کامپیوتر اختراع کند که از طریق این کدها دسترسی کاربران به محتوای سایت مختلف بدون نیاز به مراجعه به این سایت آسان می شود. دادگاه او را متهم کرده بود که او از این طریق توانسته بود 19 میلیون مقاله و سند را از این سرویس بارگزاری کند. پیش از این حادثه رسیدگی به اتهامات آرون به حالت تعلیق در آمده بود. و حالا به آن سوی میله های زندان میریم. آزاد رسول نجات معلم و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه مراغه با اتهامات امنیتی بازداشت شد. مهدی خزعلی برای ششمین بار دست به اعتصاب غذا زد. رامین شهریار شهروند بهایی ساکن اسلام شهر که سه ماه پیش بازداشت شده تا کنون تماسی با بستگان خود نداشته است ابراهیم حسین پور زندانی سیاسی کرد با وجود گذشت پنج ماه از اتمام محکومیتش همچنان در زندان به سر میبرد محمود احمدی نژاد شنبه هفته جاری در مجلس سخنرانی خواهد داشت. عبدالرزا مصری سخنگوی مجلس می گوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که خواستار سخنرانی در مجلس شده قرار است چهارشنبه هفته جاری 27 دی ماه جلسه چهار ساعته و علنی با نمایندگان مجلس خواهد داشت. دفتر رئیس جمهوری اسلامی هفته گذشته با ارسال نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد محمود احمدی نژاد خواستار حضور در مجلس و سخنرانی درباره اوضاع کشور و مسائل اقتصادی است. عبدالرضا مصری در گفتگو با فارس گفته است قرار است در این جلسه تعدادی از نمایندگان مجلس هم صحبت کنند. منصوبان رهبری از ممنوعیت دو شغل بودن مستثنا شدند. مجلس شورای اسلامی امروز 24 دی ماه طرح ممنوعیت دو شغل بودن کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی را تصویب و برای دو ها به منظور استعفا از یکی از مشاغل مورد تصدی ضرب سه ماه تعیین کرد تا کنون آمار مشخصی از افراد دو شغله دولت و مجلس شورای اسلامی منتشر نشده است با این حال وبسایت خبر آنلاین روز 15 دی ماه در گزارشی به معرفی چند شغله های دولتی پرداخت و از غلام حسین الهام، اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمد رویانیان، علی اکبر مهرابیان و عبدالرضا شیخ الاسلام به عنوان چند شغله های دولت دهم ده نام برد. نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی فردا از اوین بازدید می محمد حسن آسفری عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بازدید فردا دوشنبه 25 دی ماه اعضای این کمیسیون از زندان اوین خبر داد محمد حسن آسفری گفته است برنامه بازدید از زندان اوین با حضور همه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تنظیم شده است. عوض هیدرپور دیگر عضو این دیگر عضو این کمیسیون نیز گفته است قرار است اعضای کمیته امنیت کمیسیون با حضور در زندان اوین از بندهای مختلف این زندان از جمله بندهای سیاسی مردان و نسوان و دیگر بندهای زندان بازدید و با زندانیان گفتگو کنند رئیس کمیسیون بودجه مجلس ادعای احمدی نژاد درباره رشد اقتصادی را مستند ندانست. قلام رضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد رشد پنج درصدی اقتصاد که چندی قبل از سوی احمدی نژاد مطرح شد گفته است نشانه هایی داریم که به چنین رشدی نرسیده این و از جمله آن مسئله افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانجات است. مسباحی مقدم درباره اعلام نرخ رشد اقتصاد گفته است این اطلاعات در دست بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است و آنها هم گزارشی از رشد 5 درصدی ای اقتصاد ایران ارائه ندادند زهرا اشراقی معتقد است کشور در لبه پرتگاه قرار دارد زهرا اشراقی نوه آیت الله خام خمینی و همسر محمد رضا خاتمی میگوید وضعیت کشور را همه میدانند وضعیتی که بحرانی است خانم اشراقی گفته است در حال حاضر کشور در لبه پرتگاه قرار دارد و به هر حال سیاست مداران ما باید فکری برای این شرایط بکنند هرچند که کمی هم دیر شده است نمایندگان مجلس از تأسیسات اتمی نتنز بازدید می کنند. اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس نیز قرار است از تأسیسات هسته نتنز بازدید کنند. اعضای کمیسیون اصل 90 امروز همچنین طرح اصلاح موادی از آین نامه داخلی مجلس بحث و بررسی پیرامون تقاضای سازمان بازرسی درباره بسته نظارت راهبری سازمان را بررسی کردند. و حالا یک جمله یک خبر. حمید رسایی رهبری تکلیف انتخابات سال 92 را مشخص کرد. عبدالرضا مصری رئیس جمهور چهارشنبه ای به مجلس می آید که چهارشنبه سوری نیست. سردار نقدی مشکلات با دستور از بالا حل نمی شود. علی لاریجانی واردات بنز برای نهاد ریاست جمهوری را لغو کرد. سید بزرگواری برخی اصولگرایان میخواهند کف روی آب باشند. استاندار کوکیلویو با رحمت خواستار ممنوعیت احداث آشپزخانه اوپن در منازل یاسود شد. وزیر آموزش و پرورش خطاب به دانش آموزان مراقب باشید سرما نخورید یا پایتان لیز نخورد که یقه ما را میگیرند آیت الله صبحانی پیشنهاد انتخاب رئیس جمهور از طریق نظام پارلمانی را مطرح کرد آیت الله جعفر صبحانی از مراجع تقلید گفت انتخاب رئیس جمهور از طریق رأی مستقیم مردم هرچند با قانون اساسی همسوست ولی پیامدهای ناگوار این گزینش در شرایط کنونی ما را بر آن می‌دارد که در آن تجدید نظر کنیم پیشتر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یکی از سخنرانی های خود موضوع انتخاب رئیس جمهور از طریق نظام پارلمانی را مطرح کرده بود. نماینده کرمانشاه در مجلس میگوید آمار بیکاری پس از هدفمندی یارانه ها افزایش یافته است. سید سعید حیدری طیب میگوید بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها از تعداد بیکاران کاسته نشده است بلکه آمار بیکاران استان کرمانشاه افزایش چشمگیری داشته است. نماینده کرمانشاه در مجلس میگوید متاسفانه بر اساس آمار درصد بیکاری در استان کرمانشاه نسبت به دیگر نقاط کشور بسیار بالاتر است این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه دولت تاکنون نتوانسته است که تعهدات خود درباره ایجاد اشتغال را عملیاتی کند گفت نه تنها شغل جدیدی در استان کرمانشاه ایجاد نشده بلکه به تعداد بیکاران استان هم اضافه شده است 60 درصد واحدهای صنعتی استان کردستان راکت هستند منصور خاکسار رئیس اتاق صنعت معدن و تجارت استان کردستان میگوید 60 درصد واحدهای صنعتی این استان راکت هستند خبرگزاری اینا به نقل از این مقام دولتی گزارش داد کمبود نقدینگی مهمترین مشکل واحدهای صنعتی کردستان است که باعث توقف فعالیت یا نیمه فعال شدن این واحدها شده است یک نماینده مجلس میگوید سوخت غیر استاندارد عامل آلودگی هواست. موید حسینی سرچ سر همزمان با تشدید آلودگی هوای تهران گفته است عامل اصلی آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور کیفیت پایین سوخت و آلودگی بنزین مصرفی است. آقای حسینی صدر افزوده است آنچه مسلم است این است که سوخت ما آلودگی دارد و در این زمینه هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. و از سوی دیگر موتور خودروهای تولیدی فاقد مبدل کاتالیستی است و در نتیجه آلاینده ها به صورت مستقیم وارد هوا می شود. آقای حسینی صد راهکار فوری کاهش آلودگی هوا را ارتقای کیفیت سوخت و نصب مبدل کاتالیستی بر روی خودروها دانست. در نه ماهه امسال حدود 900 هزار تن برنج به ارزش 884 میلیون دلار وارد کشور شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران در نه ماه نخست سال 1391 واردات برنج به کشور از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 3.3 و دهم ده و, و 8 دهم ده درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافته است. هند، امارات و پاکستان سه مبدع اصلی واردات برنج به کشور در این مدت بودند. و سهم هند به تنهایی از کل واردات برنج ایران در نه ماهه امسال بالغ بر 64.7 درصد شد. و حالا نرخ ارز و سکه در بازار امروز تهران. بیش از 50 درصد تخت های بخش روانی بیمارستان ها توسط مصرف کنندگان شیشه اشغال شده است. بر اساس اظهارات عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بیش از 50 درصد تختهای های بخش روانی بیمارستان ها را روانپریشی های ناشی از مصرف شیشه اشغال می کند. حسین رفیعی گفته است بر اساس تحقیقی که سال 89 با همکاری سازمان ملل متحد و با حمایت مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر در شهر تهران انجام شد الگوی مصرف از تریاک و مواد مخدر به شیشه تغییر کرده است برف و کولاک 239 نفر را در جاده های ایران کشت محمود مزفر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر می گوید با بارش برف و کولاک و مسدود شدن جاده ها بیش از 54 هزار نفر دچار حادثه شده بودند که 239 نفر از این تعداد فوت کردند. مزفر همچنین گفت استانهای لورستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی و گلستان و محور شمشک دیزین کرد چالوس در نزدیک استان تهران بیشترین حوادث زمستانه را تا کنون داشتند. دریاچه ارومیه در آستانه نابودی کامل قرار دارد. سایت رسمی مجلس با خوشدار نسبت به خشک شدن کامل دریاچه ارومیه از تخلیه ساکنان پنجاه روستای اطراف این دریاچه خبر داد و اعلام کرد هزینه انتقال مردم از این منطقه 25 هزار میلیارد تومان است. آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس نیز اعلام کرده است اگر همچنان به مشکلات دریاچه ارومیه بی توجهی شود این دریاچه کاملا از بین خواهد رفت و باید صدها میلیارد دلار برای احیای آن هزینه کرد okay. مدیر روابط عمومی اورژانس تهران از حمله ارازل اوباش به یکی از آمبولانس های مرکز اورژانس پایتخت در حین امدادرسانی به یک جوان مست خبر داد. حسن عباسی در تشریح جزئیات این خبر گفت در ساعت 22.04 دقیقه شب گذشته عوامل اورژانس برای امدادرسانی به یک جوان 18 ساله که در یکی از پارک‌های محله خیابان 17 شهریور در پی مصرف الکل مسموم شده بود اعزام شدند. به ادامه داد های اورژانس حید امداد رسانی و مداوای جوان حادثه دیده بودند که متوجه شدند تعدادی از ارازل و اوباش به آمبولانس اورژانس حمله کرده و دستگاه ها و تجهیزات آن را به سرقت بردند بر اساس این گزارش تکنسین های اورژانس به سرعت فرد حادثه دیده را به کلانتری محل منتقل کردند فرمانده یگان ویژه پاسداران ناجا از بکارگیری معموران زن در این یگان تا سال 92 خبر داد. حسن کرمی درباره جذب پلیس زن در یگانهای ویژه گفته است طرح به کارگیری معموران زن در یگان ویژه در سال جاری پیشنهاد شد تا این یگان واحدی از معموران زن را در اختیار داشته باشد و در مواقع بحرانی به گردانی عملیاتی تبدیل شود. ممنونم که با این بخش خبری همراه ما بودین به همراه همکارانم شب و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.